قرار درباره مغز اجتماعی صحبت کنیم. با یک نفر داریم گفتگو میکنیم که اون گفتگو توی یک فضای حتی کاریه، فقط اون فرد برای ما اهمیت ویژه‌ای داره، یعنی الزاماً توی یک ارتباط عاطفی هم به اون فرد نیستیم، اما انقدر اهمیت ارتباطات برای مغز ما بالاست که ما کم کم ضربان قلبمون، تنفسمون و حتی یه جورایی انگار جریان خونمون داره تنظیم میشه با طرف مقابل و بدن ما داره خودش رو هماهنگ میکنه با طرف مقابل و این قضیه قابل اندازه‌گیریه. مغز ما یک سیستم پیچیده و پویاست، یعنی تغییر میکنه دائم و به واسطه تجربیات ما و تلاش‌های منظم و مستمر ما ساختار نورون‌های خودش رو میتونه تغییر بده. بذاره سیستم عصبی ما بی ربط به جامعهمون، بی ربط به آدمایی که باشون در ارتباط هستیم نیست و به قول دکتر فلدمن بارت بهترین چیز برای دستگاه عصبی ما یک انسان دیگره و بدترین چیز هم یک انسان دیگره. قرار نیستش که ما تو دنیای امروز رئیس و رهبر یه قبیله باشیم برای اینکه موفق باشیم. قرار نیستش که 500 کا فالوور داشته باشیم تا موفق باشیم. قرار نیستش که بهترین باشیم تا موفق باشیم. ما میتونیم یه وضعیت میانه رو انتخاب کنیم. منظم تلاش‌های خودمون رو ببریم جلو و میتونیم سطح خوبی از سروتونین رو تو همین فضا هم دریافت کنیم. مغز ما وقتی میبینه که مثلا یک نفر در زمینه تخصصی ما خیلی درخشان شده، خیلی موفق شده، گاهی وقتا این برداشت رو، این تحلیل رو داره که انگار ما تو اون گروه اجتماعی داریم طرد میشیم. انقدر این فاصله زیاده که ما دیگه داریم بیرون انداخته میشیم از اون گروه. و من خودم یه تجربه سادهش بگم، من یه موقعی میخوام خرید اینترنتی انجام بدم، میرم از یه برندی خرید میکنم که حالا میدونم معتبره و از نظر امنیتش خیالم راحته، ولی الزاما خیلی معروف نیست، خیلی فالوور زیادی نداره، خیلی بازدید زیادی نداره، یا خیلی وقتا اسم کسی رو میارم، از کسی یاد میکنم که اصلا شاید صفحه‌ای تو اینستاگرام نداره، کسی خیلی شاید تو فضای مجازی نمیشناسد، حالا این تو فضای خودمه. هر کسی تو فضای خودش یه توجهی اگه داشته بشه به آدمایی که دارن تلاش میکنن ولی نوک هرم نیستن، شاید میتونه این یکم فضا رو یکم متعادل تر کنه و یه قدم کوچیکی باشه برای اینکه رنج آدمای دیگه کم کمتر بشه. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.